به نام خدا. با سلام خدمت شما همراهان عزیز فرادرس، محمود خاوریان هستم همراه با شما با دوره آموزشی ساخت اپلیکیشن وب اندروید با استفاده از PHP و MySQL. ابتدا دوره آموزشی رو معرفی میکنم. این دوره آموزشی به صورت پروژه محور، نحوه ارتباط اندروید با سرویس دهنده وب و سرویس دهنده بانک اطلاعاتی رو آموزش میده. برای پروژه این دوره یک بانک اطلاعاتی برای کارمندان یک شرکت فرضی در نظر گرفته شده. فیلد هایی که برای کارمندان این شرکت انتخاب شده: شماره کارمندی یا آیدی، نام یا نیم، نام خانوادگی فامیلی، مهارت اسکیل و مدرک تحصیلی یا دیگری. سرویس دهنده هایی که در این دوره آموزشی با اونا کار میکنیم PHP و MySQL هستند. روند کار در این دوره آموزشی به این صورته که ابتدا در MySQL بانک اطلاعاتی و جدول مورد نظر خودمون رو ایجاد میکنیم، سپس به سراغ PHP میریم و کدهای مرتبط و ایجاد رکورد جدید، نمایش رکوردها، ویرایش و حذف رکوردها رو مینویسیم. در ادامه با استفاده از افزونه پستمن فایرفاکس این کدهای PHP رو تست میکنیم و در آخر در اندروید استودیو شروع به ساخت اپلیکیشن مورد نظر میکنیم. در اپلیکیشن هم ابتدا عمل درج، سپس نمایش و در نهایت ویرایش و حذف رو کد نویسی میکنیم. توضیح درباره کرات بدم که در این دوره نحوه عمل کردن اعمال کرات در بانک اطلاعاتی MySQL رو از اپلیکیشن اندروید فرا میگیرید. کرات سرنام اعمال اصلی بانک اطلاعاتیه. در هر بانک اطلاعاتی ما اعمال زیر رو انجام میدیم: ایجاد رکورد جدید یا create، خوندن رکوردهای ذخیره شده یا read، بنگام سازی رکوردهای ذخیره شده یا update و حذف رکوردها یا delete، که با کنار هم گذاشتن حرف اول این چهار کلمه به واژه create میرسیم. حالا چرا در این پروژه از PHP و MySQL استفاده شده و چرا از SQLite استفاده نشده؟ اندروید به ما بانک اطلاعاتی اسکیولایت رو به عنوان سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی برای اپلیکیشن خودش ارائه میده، اما در اینجا از اون استفاده نمی‌کنیم، به این دلیل که نیاز به یک سرویس دهنده متمرکز داریم، در حالی که اسکیولایت یک بانک اطلاعاتی محلی برای دستگاه‌های اندرویدیه. بنابراین اگر کاربری در حال استفاده کردن از اپلیکیشن شما باشه، در صورتی که فقط از اسکیولایت استفاده کنه، شما قادر به مدیریت کردن کاربران خودتون نخواهید شد. به این دلیل به یک بانک اطلاعاتی متمرکز نیاز داریم تا بتونیم از اون برای ذخیره کردن داده های اپلیکیشن خودمون استفاده کنیم. خب درباره ایجاد API های وب هم توضیح بدم که اولین مرحله ایجاد API های مورد نیاز وب. برای برقرار کردن ارتباط اپلیکیشن با سرویس دهنده وب ما نیاز به یک رابط داریم که به اون API میگیم. بنابراین دستگاه اندرویدی ما یک درخواست به API میفرسته و سپس API وظیفه درخواست شده رو انجام میده و به ما پاسخ مرتبط با وظیفه رو تحویل میده. ابتدا دستگاه اندرویدی درخواستهای خودش رو در قالب HTTP به سرویس دهنده وب ارسال میکنه. سرویس دهنده وب در پس زمینه با سرویس دهنده بانک اطلاعاتی ارتباط برقرار میکنه و به اون پرسجو یا کوئری رو ارسال میکنه. پس از دریافت کردن نتایج از سرویس دهنده بانک اطلاعاتی، این نتایج رو در قالب جیسون به دستگاه اندرویدی برمیگردونه که در این دیاگرام هم میتونید این روند رو ببینید که در ابتدا دستگاه اندرویدی HTTP request رو به سرویس دهنده وب که در اینجا PHP ارسال میکنه، PHP در پس زمینه کوئری یا پرسجو رو به سرویس دهنده بانک اطلاعاتی که در اینجا از MySQL استفاده میشه ارسال میکنه، نتیجه رو دریافت میکنه و نتیجه دریافت شده توسط سرویس دهنده PHP در قالب JSON به دستگاه اندرویدی برگردونده میشه تا به کاربر نمایش داده بشه. خب توضیحات من به پایان رسید. به سراغ کدنویسی فایل های PHP میریم. برای کدنویسی فایل های PHP نیاز به سرویس دهنده وب داریم. در اینجا من از نرم افزار وامپ استفاده کردم و اون رو رانینگ کردم. به غیر از وامپ شما میتونید از نرم افزار مشابه زمپ هم استفاده کنید. به رنگ سبز نشون داده شدن آیکون نرم افزار وامپ به این معنیه که تمام سرویس ها در حال اجرا هستن. برای تست میتونیم روی آیکون نرم افزار کلیک کرده و لوکال هاست رو انتخاب کنیم تا صفحه اولیه وامپ سرور نمایش شده بشه.
برای باز کردن محیط PHP My Admin که محیط کار با سرویس دهنده بانک اطلاعاتی MySQL روی آیکون نرم افزار مجددا کلیک میکنم و این گزینه رو انتخاب میکنم. یوزرنیم به طور پیش‌فرض روت و بدون پسورد تنظیم شده روی دکمه گو کلیک میکنم و بعد دیتابیس خودمون رو ایجاد کنیم. از سربرگ دیتابیسز فیلد کریت دیتابیس نام دیتابیس رو وارد میکنم. نام کمپانی رو انتخاب کردم. کالیشن یا دستخط رو تنظیم میکنم با UTF-8 underline Persian underline CI تا بتونیم کاراکترهای فارسی رو هم در بانک اطلاعاتی ذخیره کنیم. جدولی در ابتدا وجود نداره برای بانک اطلاعاتی، جدول جدید ایجاد کنیم. جدولی که در نظر گرفتم امپلوی، تعداد فیلد ها 5 تاست و دکمه گو. خب حالا فیلد ها رو وارد میکنم. اولین فیلد آیدیه، از نوع اینت. مشخصه اوتو اینکریمنت رو براش انتخاب میکنم. در کادی که باز میشه به عنوان پرایمری به عنوان یک کلید اصلی در نظر گرفته میشه و دکمه گو رو به منزله تایید کلیک میکنم. با انتخاب کردن خصوصیت اوتو اینکریمنت کاری میکنیم که مقدار فیلد آیدی به طور خودکار در هر بار ایجاد رکورد جدید اختصاص داده بشه و افزایش پیدا کنه. فیلد بعدی فیلد نیم هست برای نام کارمندان. نوع داده این فیلد ورچر، تعداد کاراکترهای متغیر، عددی که در نظر میگیرم حداکثر اندازه رو در نظر میگیرم 200 کاراکتر. نیاز به خاصیت دیگه ای نداره. فیلد بعدی فامیلی، این هم از نوع ورچر و 200 کاراکتر به عنوان طول رشته. خاصیت بعدی اسکیل یا مهارت کارمند، از نوع اینت، به این دلیل که نیاز به ذخیره عددی داریم از 1 تا 5. و فیلد آخر دیگری یا مدرک تحصیلی کارمند که اون رو هم از نوع ورچر انتخاب میکنیم و طول رشته اون رو هم برای مثال عدد 100 در نظر میگیریم. خب روی دکمه سیو کلیک میکنم تا تیبل امپلوی ایجاد بشه و فیلد هاش رو هم در اینجا میبینیم و ساختاری که هر فیلد داره رو میتونیم ببینیم. خب کار ساخت دیتابیس و تیبل به پایان رسید. به سراغ ایجاد پوشه وب و فایل های PHP میریم. مسیر نصب نرم افزار ومپ رو باز میکنم. پوشه ستا W جاییه که در اون فایل های PHP خودمون رو باید قرار بدیم. خب یک پوشه جدید ایجاد میکنم. نام امپلوی. دو پوشه دیگه نیاز داریم. در درون پوشه امپلوی دو زیر پوشه، یکیش با نام includes فایل های ضمیمه داخل این پوشه قرار میگیرن. خب اولین فایلی که ایجاد میکنم از نوع text document با نام constants.php و پسوند txt رو حذف میکنم. سیستم عامل از من میپرسه یا مطمئنی که قصد تغییر نوع فایل رو داری و روی دکمه yes کلیک میکنم تا به عنوان فایل php در نظر گرفته بشه. خب فایل بعدی هم ایجاد کنم، dbconnect.php و فایل سوم dboperation.php. حالا در کنار پوشه includes یک پوشه دیگه هم ایجاد میکنم با نام v1 version 1 و یک فایل php با نام api.php ایجاد میکنم. موقع کد نویسی هر فایل توضیحات مربوطه رو که چه کاری انجام میده ارائه میدم. به پوشه اینکلوز برمیگردیم و فایل constants.php رو باز میکنم. من تنظیم کردم که
فایل های PHP در محیط نوتپد پلاس پلاس باز بشن، نرم افزار سبک و در این حال داره امکانات مفید و قدرتمندی برای کار با فایل های PHP. فایل کانستنس حاوی ثابت های مورد نیاز برای اتصال به بانک اطلاعاتی شامل نام بانک اطلاعاتی، نام کاربری و کلمه عبور. خب شروع دستورات PHP با کلمه کلیدی define ثابت ها رو مشخص می کنم. عنوان نام داخل سینگل کوتیشن، دکمه کپس لاک رو هم روشن می کنم تا با حروف بزرگ ثابت ها طبق قرارداد نوشته بشن. دی بی آندرلاین هاست. کپس لاک رو خاموش می کنم و مقدارش لوکال هاست. ثابت بعدی دی بی آندرلاین یوزر و مقدار روت به طور پیش فرض. ثابت دی بی آندرلاین پس. نام ثابت ها رو به دلخواه من انتخاب کردم و به طور پیش فرض پسوردی در نظر گرفته نشده برای ورود به محیط PHP My Admin و دوتا سینگل کوتیشن بدون پسورد. آخرین ثابت هم مشخص کننده نام بانک اطلاعاتیه که با دی بی آندرلاین نیم اون رو ایجاد میکنم. نام بانک اطلاعاتی ما که چند دقیقه پیش ایجاد کردیم کمپانی. خب این فایل رو ذخیره میکنم. فایل بعدی فایل دی بی کانکته که حاوی یک کلاس خواهد بود که توسط اون ما به بانک اطلاعاتی MySQL خودمون متصل میشیم. با کلمه کلیدی کلاس، کلاسی که در نظر داریم رو ایجاد میکنیم، هم نام کلاس DB Connect. آکولات بازو بسته نشون دهنده بدنه کلاس و یک متغیر تعریف میکنم با نام دالر کانکشن. متد یا تابع سازنده رو می نویسم که در این کلاس اختیاری و کاری انجام نمیده. دوتا آندرلاین و کانستراکت. در کلاس بعدی از متد سازنده استفاده خواهیم کرد. خب یک تابع تعریف می کنم با نام کانکت که کار اتصال به سرویس دهنده MySQL رو انجام میده. اولین کاری که باید انجام بدیم توسط دستور include underline once فایل constants رو ضمیمه می کنیم تا از ثابت های اون بتونیم استفاده کنیم. خب با دالر دیس و فلش که اون رو با منها و علامت بزرگتر پیاده سازی می کنیم به متغیر connection ارجاع میدم و اون رو ایجاد میکنم مساوی نیو از کلاس MySQLi. چهار تا ثابتی که تعریف کرده بودیم رو با اون پاس میدم. DB underline host و DB underline user و DB underline pass و DB underline name. حالا بررسی متصل شدن یا نشدن با استفاده از تابع MySQLi underline connect underline error number. این تابع کد خطای آخرین اتصال رو برمیگردونه. در صورتی که خروجی تابع مقدار یک باشه کد خطا برگردونده میشه و در صورتی که خطایی وجود نداشته باشه مقدار صفر برگشت شده میشه. خب در صورتی که خطایی وجود داشته باشه توسط دستور اکو پیغامی رو نمایش میدیم failed to connect to MySQL. در کنار اون خروجی تابع MySQLi underline connect آندرلاین ارور رو فراخونی میکنیم تا پیغام خطای صادر شده هم نمایش داده بشه. حالا برای اینکه کاراکترهای فارسی ارسال شده به بانک اطلاعاتی برای ذخیره شدن به درستی ثبت بشن یک کوئری رو اجرا میکنم. MySQLi آندرلاین کوئری
دالر دیس کانکشن و داخل دابل کوتیشن set names داخل سینگل کوتیشن UTF 8 تا کارکترهای فارسی در قالب UTF 8 به درستی در بانک داده ذخیره بشن و در آخر return دالر دیس متغیر کانکشن برگشت داده بشه. نکته ای که وجود داره اینه که برای ارجاع دادن به متغیر کلاس توسط شی، برای مثال در اینجا از علامت دلار قبل از نام متغیر استفاده نمی کنیم، فقط قبل از کلمه کلیدی دیس از علامت دلار استفاده میشه. خب کد های مربوط به اتصال رو هم نوشتیم. حالا به سراغ فایل دی بی اپریشن میریم که در این فایل اعمال واقعی کراد رو کد نویسی میکنیم. کلاسی همنام با نام فایل ایجاد میکنم، DB Operation. خب در اینجا هم یک متغیر با نام Connection نیاز داریم، متد سازنده یا Construct رو تعریف میکنم. در اینجا به کلاس DB Connect نیاز داریم و اتصال به بانک اطلاعاتی متغیری با نام دالر DB رو تعریف میکنم مساوی نیو یک شی از کلاس DB Connect و متغیر کانکشن کلاس رو مقدار دهی میکنم با دالر DB خروجی متد کانکت از کلاس DB Connect، یعنی نتیجه اتصال به بانک اطلاعاتی در متغیر کانکشن قرار بگیره. خب شروع کنیم به تعریف 4 تابع برای اعمال کراد. اولیش واسه کلمه کلیدی فانکشن create employee تا کارمند جدید در بانک اطلاعاتی ذخیره بشه. پارامترهای دریافتی تمام فیلدها به غیر از آیدی، به این دلیل که آیدی به طور خودکار با مشخصه اوتو اینکریمنت که تنظیم کردیم مقدار میگیره. دالر نیم، دالر فامیلی، دالر اسکیل و دالر دیگری. یک متغیر تعریف میکنم STMT مخفف استیتمنت یا عبارت. دالر دیس کانکشن از این شیء کانکشن تابع پریپر رو فراخونی میکنم که یک عبارت SQL رو برای اجرا شدن توسط متد execute آماده میکنه. دستور SQL رو وارد میکنم، دستوری که برای درج استفاده میشه، insert into نام جدول employee. خب اینتر میزنم برای اینکه قابل مشاهده باشه. دستوری که مینویسم داخل پرانتز نام فیلد ها رو می نویسم، نیم و فامیلی، اسکیل و دیگری. پرانتز بسته، values. حرف بزرگ نوشتن کلمات کلیدی دستور SQL الزامی نیست، ولی برای خواناتر شدن معمولا این کار انجام میشه. خب داخل پرانتز بعد مقادیر رو پاس بدیم. به جای اینکه من از پارامترها به طور مستقیم استفاده کنم، از جانگهدار استفاده میکنم برای موارد امنیتی و جلوگیری از تزریق SQL. علامت سوال کار جانگهدار رو انجام میده. 4 تا مقدار میخوایم و 4 تا علامت سوال قرار میدم بعد از کاما و پرانتز بسته. انتهای دستورم از سمیکالن یا نقطه ویرگول استفاده میکنم. نکته ای که وجود داره اینه که در دستور پریپر هم میتونیم از پارامتر استفاده کنیم، برای مثال داره نیم، داره فامیلی، داره اسکیل و داره دیگری، و هم میتونیم به جای نام پارامتر ها از جانگهدار استفاده کنیم، اما ترکیب این دو شدنی نیست. برای مثال دوتاشون نام پارامتر باشه، دوتاشون برای مثال علامت سوال. این روش انجام شدنی نیست. بنابراین یا پارامترهای دارای نام رو انتخاب کنید یا
همه به صورت جانگهدار باشن. خب وقتی از جانگهدار استفاده کردیم یعنی مقدار به صورت نامشخصه و در ادامه باید مقدار رو پاس بدیم. $STMT فراخونی میکنم تا به bind underline param رو که همونطور که از نامش مشخصه bind میکنه یا مقید میکنه پارامترها رو به جانگهدارها. خب آرگومان اول این تابع داخل دابل کوتیشن نوع داده رو باید مشخص کنیم که برای هر جانگهدار از چه نوع داده استفاده میشه. S برای استرینگ استفاده میشه، name استرینگ، پس S، family هم استرینگ S، skill عددی I به نشونه integer و degree هم استرینگ و S یعنی استرینگ استفاده میکنم. خب بعد از کاما حالا باید هر چهار پارامتر رو پاس بدم. هر چهار پارامتر دریافتی تابع create employee $name $family $skill و $degree. حالا دستور اجرای اسکویر رو داخل شرط قرار میدم در صورتی که STMT تابع execute خروجی معتبر داشته باشه، true باشه، return کن true. در غیر این صورت میشه return false. یعنی به دستوری که این تابع رو فراخونی میکنه در صورتی که درج در جدول به طور موفقیت آمیز انجام بشه true برگردونده میشه. خب تابع بعدی که مینویسیم برای خوندن برای read از تابع استفاده میکنم با نام get employees. دقت کنید که در نامگذاری این توابع از روش کمل کیس استفاده کردم که حرف اول کلمه اول حرف کوچک لاتینه و حرف اول سایر کلمات به صورت کپیتال یا حرف بزرگ نوشته میشه. خب $STMT مساویه $this connection فراخونی تابع پریپر برای آماده سازی دستور SQL. دستور SQL خوندن همه فیلد ها رو میخواییم از بانک داتا بخونیم. select star from employee به جای star میشه نام فیلد ها، همه 5 فیلد رو هم ذکر کنیم. تابع execute رو فراخونی میکنم روی STMT. حالا نتایج برگردونده شده STMT توسط فراخونی تابع bind underline result یکی یکی درون یک متغیر مخصوص قرار میدم. اولین فیلد آیدی $ID $name $family $skill و $degree یعنی مقدار فیلد اول درون متغیر ID، مقدار فیلد دوم درون متغیر name و به همین ترتیب تا پنجمین فیلد درون پنجمین متغیر ذخیره بشه. خب به یک آرایه نیاز داریم $employees مساوی array، اون رو اعلان میکنم. $employees آرایه حاوی تمام رکورد های برگردونده شده توسط تابع get employees. خب از یک حلقه تکرار while استفاده می کنم، میگم تا زمانی که STMT خروجی تابع fetch برابر است با یک رکورد برگردونده شده یعنی رکوردی وجود داره واکشی میشه، در هر بار اجرای حلقه تکرار آرایه جدیدی ایجاد بشه با نام employee و مقدار دی بشه این آرایه employee اندیس ID آرایه انجمنی ایجاد میشه که اندیس یا ایندکس اون نام هست مساوی $ID. به طور مشابه employee اندیس name مقدار دی بشه با $name.
در انتهای ساختار وایل وقتی که تمام اندیس های آرای امپلوی برای هر رکورد جدید مقدارده ای شدن از دستور آرای underline push استفاده می کنم. آرگومان اول آرایه ایه که باید به اون اضافه بشه، امپلویز رو انتخاب می کنم. آرگومان دوم آرایه ایه که مقدار اون به انتهای آرایه آرگومان اول اضافه میشه. با این کار اطلاعات هر رکورد از کارمندان به آرایه ای که حاوی اطلاعات رکورد تمام کارمندانه اضافه میشه. خب تابع get employees رو هم کد نویسی کردیم. تابع بعدی برای آپدیت استفاده میشه. آپدیت employee. در اینجا به پارامتر نیاز داریم. پارامترهای دریافتی میشن نام تمام فیلدها، در آیدی، در نیم، در فامیلی، در اسکیل و در دیگری. یعنی هنگام فراخونی کردن این تابه باید این پنج مقدار هم پاس داده بشن. در STMT مساوی در دیس کانکشن مجددن پریپر دستور آپدیت یا به هنگام سازی آپدیت نام جدول امپلوی کلمه کلیدی ست و حالا باید فیلد ها رو یک یکی بنویسیم. سر سطر نیم مساوی مجددن از جا نگهدار استفاده می کنم، علامت سوال، فامیلی مساوی جا نگهدار و اسکیل و دیگری، ور آیدی مساوی جانگهدار مقدار. دقت کنید که در اینجا آیدی تغییر نمی کنه و مقدار سایر فیلد ها تغییر می کنه، ولی از آیدی استفاده می کنیم برای شناسایی رکورد مورد نظر برای ویرایش شدن. خب دال STMT بایند آندرلاین پارام رو فراخونی می کنیم. قالب نوع داده ها به ترتیب SS برای نیم و فامیلی، I برای اسکیل، S برای دیگری و آی برای آیدی آخر استفاده میشه. خب پنج متغیری که به ترتیب استفاده میکنیم داره نیم، داره فامیلی، داره اسکیل، داره دیگری و داره آیدی به ترتیب استفاده میشن. حالا if داره stmt execute فراخونی متد execute موفقیت آمیز باشه، یعنی عمل ویرایش به درستی انجام بشه، return true، در غیر این صورت return false. آخرین تابع این کلاس هم delete employee. پارامتر دریافتی ID فقط شماره شناسایی کارمند دریافت میشه برای حذف کردن. $STMT مساوی $this connection پریپر. خب دستور SQL حذف کردن، دیلیت فرام نام جدول امپلوی ور آیدی مساوی جانگهدار مقدار علامت سوال. حالا باید بایند بشه در STMT فراخونی تابع بایند آندرلاین پارام. تنها یک مقدار وجود داره، نوع دادش اینتیجر آی و متغیر دالر آیدی رو به عنوان آرگومان دوم پاس میدم. دالر آیدی همین پارامتر دریافتی تابع. خب if دالر stmt execute در صورتی که عمل حذف با موفقیت انجام بشه return true، در غیر این صورت return false.